هرچه دارد از کرم اهل بیت و عشق و دلدادگی به آنهاست. آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی عجل الله تعالی. بهاره رهنما مانند همیشه واکنش‌های فراوانی در فضای مجازی به همراه داشته. بسیاری آسایش مالی او را ناشی از رقصیدن به ساز حکومت آخوندها و رانت‌های مختلف مانند معافیت مالیاتی هنرمندان دانسته، گفتند بقیه بی‌عرضه نیستند. حکومت آخوندی بیورزه است و نماز خوب است. بهاره رهنما به آن افتخار می کند و آن را حاصل زحمات خود به تنهایی می داند. بنده پولم کم بیدا. تلاش کردم، کار کردم، در یه هفته پولم رسوندم به 2200. حالا رفتم آبگرم کنه بخرم، میگه 2,700,000. میگه ما نگفتی 2200. میگه خب من خریدی؟ گرون شده. بنده پس سن 15 سالگی خدا شاهد عاشق یه پژوپارسی بودم. پولم شد 15,000,000 تومان، پژوپارس شد 17 تومان. پولم رسوندم به 17 تومان، پژوپارس شد 32 تومان. تلاش کردم 1 سال کارگری کردم، پولم رسید 32 تومان، پژوپارس شد 60 تومان. حرف‌های لحظه به لحظه قیمت‌ها سفره میلیون‌ها ایرانی را روز به روز کوچک‌تر می‌کند. وضعیتی که گویا نان سواره است و آنها پیاده. این شرایط صدای انقلابی‌ها و حزب‌اللهی‌های نظام را هم درآورده، در حالی که سلبریتی مدعی عشق مردم نداری آنها را به پای بی‌عرضگی‌شان می‌گذارد. یه سطل ماست 50,000 تومان. 5,000 تومان دیگه باید روی یارانه بذارم. یه سطل ماست بخرم. آموزش پرورش دردی از من دوانه میکنه، دوستامون گفت حق به جانب بود. آقای رئیسی گوجه کیلویی چند؟ آقای رئیسی نون دونه این چند؟ آقای رئیسی تو رو خدا، تو رو به همون جده، تو رو به اون تاج حضرت رسولی که رو سرته، تا حالا شده شرمنده زن و بچت بشی؟ تا حالا شده بری توی خونه بچت بگیره بگید که یه چیپس بخر، پول تو چیپس تو جیبت نداشته باشی؟ آقای رئیسی تا حالا شده حقوق 4-5 ماه عقب بیفته؟ تا حالا شده شرمنده صاحب خونت بشی تهدیدت بکنه بگه بسالتو میریزم تو خیابون جلوی بچت؟ به خدا بسه. این مردمان محترم ایرانی همه جوره دینشون رو به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ادا کردن، شهید دادن، جانباز دادن، قطع نخایی دادن، مفقود الاثر دادن. رأی گفتید اومدیم رأی دادیم، راهپیمایی اومدیم زدیم تو دهن آمریکا، زدیم تو دهن اسرائیل. به والله قسم، به البنا، به طلا، به قرآن، این طور برخورد با این مردم اصلا درست نیست که دارین انجام میدین. کسی در ایران نیست. سلام به روی ماه و مهربونتون. تهیه کننده فیلم مستندی هستم به کارگردانی میلاد بهار درباره تاریخ تولدهای رون که چه تأثیری روی افراد میذاره یا نمیذاره. یک نکته دیگر در ماجرای بهاره رهنما، بی تفاوتی اکثر چهره های معروف عرصه هنر، سرگرمی و حتی فرهنگ به مقوله دردهای جامعه است که بهاره رهنما با اظهار نظرهای گاه به گاهش با حسی شبیه بلاهت آن را علنی. او در سراسر ویدیوی 7 دقیقه ای خود از اندوه ایران و آنچه بر سر این سرزمین آمده اشک می ریزد. واکنش این راننده به درخواست مسافران خارجی از او می تواند پاسخ مناسب و تأمل برانگیزی باشد برای بهاره رهنما که اگر به دردهای سرزمینش اعتراض نمی کند، حداقل زبان در کام کشیده نمک به زخم مردم نپاشد. سلام مردم خوب ایران. سلام. نمی دونم چی بگم، نمی دونم از کجا شروع کنم، نمیدونم، واقعا نمیدونم. من یک راننده تاکسی مشهدم که دور حرم امام رضا، زوار امام رضا را این برای اون بر میبرم. نمیدونم، نمیدونم کار ما با کجا خواهد کشید. اینقدر وقیح شدن و پر رو شدن، من حالم خیلی خرابه.
واقعا حالم خیلی خرابه. نمیدونم به کی باید درد دلمو بگم. انقدر پررو شدن، انقدر وقیح شدن که یارو دیگه زنای ایرانی دلشون زده. یارو رو سوار کردم میگه آقا شما پسر سراغ ندارین، کشیدم کنار پیادش کردم، نمیدونم واقعا بر پدر مادرتون حالا از شما کسافت تر دیگه موجودی نیست حضرت عباسی توی ایران. خاک تو هم سر تو از هم بالا تا پایین. به خدا انگوش کوچیکه پهلوی نمیشین شما. شما یک موی گندیده خانواده پهلوی نمیشین شما. به خدا اگه بشین نگاه به موی سفید ما نمیکنه، نگاه به قیافه ما نمیکنه، از ما پسر میخواد. به خدا چی میگوندم، از ما پسر مخواد. بقید همین رو مخواهم بدونیم، این همه دل دوزیاتون، این همه بخور و بگیر و ببندتون، عیسیت ایران رو به گوه کشیدن. خاک تو هم سرت میشه از بالا تا پایین. خاک همه عالم آدم تو سر همه تون. آقا بی شرف، بی وجدان، بی همه کسا، بی ناموسا. دختری که میره هم خواب میشه خواهر من تویه، دختر من تویه، ناکس نامرد. چرا به فکر نیستین؟ از دیشب دلم میخواه به ترک خدا شد، دلم داره به ترک خدا گفایه. هیچ دینی به جمهوری اسلامی ندارم، 32 ماه سابقه چه بدم، خدا شاید دوباره 3 بار موج انفجار گرفتم، سرم از خودم نیست. چهل سال، 41 سال از حکومت شما نالد، چیکار کرده ابوالفضلی؟ چیکار کرده؟ هرچی سن ما بره بالاتر، ساعت کار ما باز متقابلا بالاتر میشه، از اونکه کمتر بخیم کار کنیم. ملاحظه می شود که قصه این مرد غیرتمند خراسانی تضاد غم‌آلودی با قصه بهاره رهنما دارد. بهاره رهنما که با نان رانت‌های حکومتی و زرنگی‌های خاص پولدار شده، هرگز به ناهنجاری‌ها و دردهای جامعه این گونه اعتراض نمی‌کند. اما همان مردی که او بی دست و پا می‌داند، این گونه شرافتمندانه به او و سلبریتی های بی تفاوت درس غیرت و وطن دوستی می دهد. بی غیرتی تا چقدر آخر؟ بی شرمی تا چقدر؟ مردم یا رو از ما پسر بخواد؟ درباره واکنش سلبریتی ها به مشکلات مردم، در کنار به او و سلبریتی های بی تفاوت درس غیرت و وطن دوستی می دهد. بی غیرتی تا چقدر آخر؟ بی شرمی تا چقدر؟ مردم یا رو از ما پسر بخواد؟ درباره واکنش سلبریتی ها به مشکلات مردم، در کنار ماجرای بهاره رهنما، این روزها یک ماجرای دیگر هم زیر پوست ملتهب ایران جریان دارد و آن اکران فیلم قهرمان اسخر فرهادی و جلوه دیگری از دو ما شقب مونده میگیم سلبریتی. به این زنایی که مناسبات اجتماعی، مناسبات کثیف سیاسی نابودشون کرده میگیم فاحشه. بعد به فاحشه میگیم آدم حسابی. به یک کارگر میگیم هوی، عمله، گارسون. بعد به آدم حرومزاده میگیم بله قربان، چش. به پدر و مادرمون میگیم بی سواد، عامی، نمیفهمن. بعد به یه مش قالتاق میگیم استاد. به بچه‌مون میگیم کرخر. بعد به کروکودیل میگیم جسی، ماندانا.
گامبیز عزیزم، به آدم بدبخت ضعیف میگیم دوست، به آدم گرسنه میگیم دوست، بعد به آدم دیوسی که میلیارد ها دزده میگیم سلطان. اینجا ایرانه دیگه، ایرانه. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. کانال کوچه سعی دارد جایی باشد برای حرف زدن از مسائل روز ایران. اگر مایل به گفتن از سرکوب مردم خوزستان بگوید، این دو قطبی درباره او هم شکل گرفت. یک سو مردم